مبارزه با مفاسد اقتصادی با تمام قوا. سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروزش از منظم و فعالتر شدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار میشه و نماینده های دستگاه قضا و مجلس هم در اون حضور دارن گفته. محسنی اژه‌ای این رو هم گفت که تحقیقات در مورد پرونده متهم نفتی کماکان ادامه داره و بازداشت شده پرونده همچنان بازداشتن. با این توضیح که مامورای پرونده به این نتیجه رسیدن که متهم در خارج از کشور اموالی نداره. بعد یکی از خبرنگارا درباره نابسامانی‌های شوهای مد لباس در تابستان امسال سوال پرسید و اینطور جواب شنید. با کمال تأسف من این بخش فرمایش شما رو تأیید می‌کنم که بعضی از امروز مفاسدی در جامعه دیده میشه تو مسائل فرهنگی که حقیقتاً خلاف شأن نظام جمهوری اسلامی و مردم متدین و مسلمان ماست و همگان انتظار داریم که انشاءالله متولیان امر و مخصوصاً وزارت ارشاد دقت بیشتری را در این زمینه مبذول بدارند. و اما اگر چنانچه جرم مشهودی اتفاق بیفته، قبلا من اینجا عرض کردم ضابطین ما موظف هستند که در جرائم مشهود جلوگیری بکنن، اقدام بکنن، گزارش بکنن.